برای آزادی. با درود به بینندگان خوب تلویزیون پارس، اثر پهلوان هستم و دقایقی رو با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید سلامت باشید و پایدار. بله، ویکندی که گذشت یک ویکند خیلی شلوغی بود، از فیلم ها و از صندوق های رأی که در سراسر دنیا گذاشتن. در شهر لس آنجلس هم که ما جمعه به صورت زنده براتون پخش کردیم. بعد اینو در واقع اضافه بکنم که در لس آنجلس که خب ما خیلی ایرونی داریم، خیلی ایرونی، من عددشو درست نمیتونم بگم که چقدر ایرانی هستش، ولی از تمام ایرونی ها فقط 10-15 نفر رفته بودن رأی داده بودن و صندوق رأی هاشون رو گذاشته بودن و اینکه وحشت و ترسی که از این داشتن، از اینکه صندوق های رأیشون رو پلیس چقدر محافظت میکرد، نمیدونی چه خبر. نه در اینجا، در لندن که اصلا افتضاح تر از همه لندن بود. و خب لندن از اول ما میدونستیم که خیلی از افراد جمهوری اسلامی، از آقازاده ها گرفته، مامورین اونجا گرفته، از یه موقع فرانسه بود دیگه، فرانسه اونقدر نیست که لندن، از لندن دیگه خیلی، حتی یک رابطه دانشگاهی هم باشون دارن و یه پولایی هم میگیرن. و در صورت لندن شده لانه جمهوری اسلامی و این چندین و چند ساله. ولی واقعا من نمیدونم، و حتی اینجا رسانه‌ای که من اصلا حیرت کردم، امروز صدای وزیر اطلاعاتم شنیدم که تشکر میکرد از این رسانه، و که چی فکر میکردی؟ با خودتون چی فکر کردی؟ هر جوری که من میخوام ببینم آخه به چه دلیل، تمام این فیلم ها رو هم نگاه کردم، هیچ کدوم ازش سوال میکنه آقا به چه دلیلی داری رأی میدی؟ تو مگه بچه های ما رو ندیدی که کشتن؟ یکی اومده بود انتقاد میکرد فوش میدین. من خودم شخصا مخالف 100% فوش دادم، ولی یه چیزی رو بهتون بگم، اینا فوش دادن، فوش خوار مادر تو به بچه های ما دادن، وقتی که شلاقشون میزدن، وقتی کتکشون میزدن. حتی تو فرانسه دیدید اون مرتیکه که امکانشو داشت که صحبت کنه شروع کرد فوش خوار مادر دادن. خب مردمی که بچه هاشون رو از دست دادن، مردمی که زندگیشون رو از دست دادن، من نمیتونم بهش بگم آقا چرا فوش میدی ندی که دلش خنک نشه، چرا ازشون انتقاد، من میگم بهشون نگید، ولی انتقاد چرا، من انتقاد نمیکنم. تو جمهوری اسلامی هر روز دارن به بچه های ما فوش و خوار مادر میدن، هر روز و هر دقیقه و هر ثانیه. اینو به عنوان انتقاد از مبارزین نگیرید. خدا نکنه که انسان به پول اینقدر محتاج باشه، بابا ببند برو تلویزیونو، اینقدر خودفروشی آدم نکنه، اینقدر خودشو در این شرایط نذاره که به دلیل احتیاجی که داره بخواد خودش رو زیر سلطه افرادی ببره که اصلا نیست. آدم کار میکنه، اینجا پر کاره. من در زمان فرانسه که بودم از صبح تا عصر کار میکردم، شبا مدرسه میرفتم، فروشگاه فروشندگی کردم، عروسک فروختم، شکلات فروختم، تو کارخونه کار کردم، صبح ساعت 5 رفتم. نفروشید خودتون رو، اینها خون بچه های ماست. خودفروشی میکردید یه زمانی، اوکی بکنید، هر غلطی که دلتون میخواد بکنید بکنید، ولی امروزه دیگه نه. امروزی که در ایران ما مردم داخل کشور میان و این انتخابات رو بایکوت میکنن، چرا شما صدای اونها میشید؟ صدای اینکه برید رأی بدید. خامنه‌ای اعلام کرد، خودش اعلام کرد که اونهایی که میرن رأی میدن برای اینکه پابند به نظام جمهوری اسلامی هستن.
اینو خودشون گفتن، آخونده میاد. حالا براتون در قسمت بعدی میگم، ولی اینقدر من ناراحت میشم، مخصوصا امروزا. امروز تولد ساریناست. سارینا 16 سال داشت. آخه چجوری میتونید اینها رو یادتون بره؟ یک لحظه قیافه سارینا رو میگرفتید جلو چشتون، یه لحظه صداش رو گوش میکردید. سارینای 16 ساله حق زندگی کردن نداشت؟ کتکش زدین، کشتینش. سارینا و ساریناها، سارینا اسماعیل زاده، این نوجوانی که آگاه بود، ویدیوهایی که درست میکرد، حرفایی که میزد، اون متولد 11 تیر ماه 1385 بود. آخه نامردا، فکر کنید یکی از این هم سارینا دختر خودتون بود. چجوری میتونیم چشامونو ببندیم؟ نه به جمهوری اسلامی. سارینا روحت شاد، نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم. حالتون خوبه؟ اوضاع احوال همچی رو به راهه؟ امروز من دارم میرم تولد. همجور که میبینین اویه شکلی شدم، داشتم تمرین آرایش میکردم چون تالا آرایش نکردم. میگن دخترها دیر حاضر میشن، دقیقا همینه. یعنی از ساعت 12 واسه یه تولد ساله باید مثلا چیز کنی دیگه، قشنگ برنامه ریزی کنی و اینا. موهام هم الان میبینی این شکلیه به خاطر اینکه رفتم حموم و شستمش. موهای من کلا خشکه، بعد آره دیگه بشورم بیشتر خشک میشه و این شکلی میشه. یکم من میخوام آرایش دارک کنم. سارینا اسماعیل زاده که با باتوم ماموران امنیتی بر سرش جان باخت، علاقه زیادی به موسیقی و شعر و ادبیات داشت و یک کانال یوتیوبی. نگاه کنیم به یکی از کارهای سارینا. سلام، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. امروز من دارم میرم تولد. امروز من دارم میرم تولد. امروز من دارم میرم تولد. یه نوریم اینه شون فساله چی نیاز داره؟ انقدر روحیش حساسه به محبت کردن، محبت دیدن، دوست داشته شدن و دوست داشتن نیاز داره. چه حسی بهتر از این حس که رها و آزاد میشی؟ بیبیدی بابیدی بو. بارم بام بله، واقعا آدم قلبش به درد میاد وقتی که سارینا اگر امروز می بود 18 ساله می شد، دختر جوانی می شد که یک یوتیوبی درست کرده بود، تلگرافی درست کرده بود که مسائل محیط زیست و زندگی و علاوه اجتماعی و آزادی و بیشتر از سنش میفهمید. ولی باتوم مأموران این اجازه رو بهش نداد. او شاد بود و شاد رفت. کلام هم بیافته بر نمیگردم. نه نه که باید اینجوری بریزم. آه با تونک هم خسته کفته اصلا تر دادم و نفسی که اونجا این ویدیو رو من همراه بودیم. امیدوارم که خوشتون رو باشه. بله، دیدید سارینا رو. و یک تیکه دیگه هم هستش که داییش براش خونده. سارینا بر روی مزار پدرش خاکش کردن و دختری که رویاهایی داشت
و آرزوها و آزادی برای مملکتش. تولدش مبارک. سارینا بیا ببین دایی تو دوباره، گلی که کاشته امروز فقط یه خاره. سارینا قسم همیشه گریه دار. بله، تولد دیگری که من دوتا تولد دوست داشتم در اینجا بگم، یکی دیگر از نوجوانانی که در 1401 در خیزش زن زندگی آزادی کشته شد، نامش مهدیس حسینی. مهدیس حسینی متولد 9 تیر ماه بود که در واقع 2 ماه بعد از تولدش کشته میشه و این عکسی است که مادر او در صفحه خودش گذاشته و گفته که مهدیس این آخرین تولدته، یادته اون روز چقدر استرس داشتی، چقدر هی واسه عکاس و کیک برنامه ریزی کردیم، چقدر قشنگ جلوی چشمام قشنگ قد کشیدی، چقدر واسه آینده نقشه ها داشتیم، چجوری جلوی چشمام پرپر شدی. من هنوز باور نمی کنم، هنوز فکر می کنم قراره برگردی و به هم بگی مامان چالش بود، مامان بمیره، هیچ وقت تنهام نمیگذاشتی، همه جا میگفتی مامانم هست، مامانم واسم همه کار میکنه، چشم انتظارتم، جان مادر، درد بی درمان من. بله، مهدیس حسینی که در واقع در خیزش 1401 در 30 شهریور ما از ناحیه پا هدف شلیک گروله قرار میگیره و متاسفانه بیمارستان نمیره، میبرنش در اتاقهایی و بعد در بیمارستان زیاد نمیمونه، میاد خونه و بعد هم کشته میشه. در صورت یادش گرامی بود. تولد سعید یعقوبی، یک جوان دیگری که او رو اعدام کردن، امروز تولد او هم هست. یادش گرامی، جوانی که به عنوان خانه اصفهان اگر یادتون باشه او رو اعدام کردن. دوست داشتم یادی کنیم از سعید یعقوبی که متولد سال 1364 بود و حکمی که به او دادن مجازات اعدام و 10 سال حبس، ولی او را اعدام کردند. روحش شاد، یادش گرامی، نمی بخشیم و نه فراموش میکنیم. گل پرخنده باشی، یاشم رو خود کن که صد سال زنده باشی. خدا حافظ ولی نیل ولای دوت بچم، گوشم توام بچم، بیش بی تو کوره درم، حال دلم گنه. در 29 اردیبهشت ماه 1402 به دست دشخیمان رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد و رای گیری. و حالا که رسیده به قسمت دوم، پزشکیان و جلیلی، نمایش دیگری از انتخابات قلابی و اینکه مردم رو سرگرم کنند
وگرنه اینا هیچ وقت همچی کاری هم نمی کردن. اینا همه رو خودشون دارن درست میکنن، یک نمایش دیگری، و این دوتایشون شبیه همن، دوتایشون یکی از آدمایی هستن که از اول نظام بودن، پزشکیان یه جوری، جلیلیان یه مسخره که دیدم، نماینده جلیلی که اسمش مریم اشرفی گودرزیه، یه صحبت هایی رو باشه گفتگوهایی کرده که واقعا مسخره است. یعنی اصلا شما که گوش میدید، این واقعا توهین به انسانه، توهین به شعور انسانه. یعنی به همین اینا کیان؟ اون وقت شما بعضی میشه اینا میخواد به اینا رأی بدین؟ وای بر شما، وای بر شما. نگاه کنید، یه تیکه از دو تا تیکه براتون انتخاب کردم که اولین تیکش رو با هم ببینیم بعد توضیح میدم. من دختر عزیزم گفتم دختر نازنینم، اگر به خودت حق میدی که بدون حجاب و محرک وارد فضای اجتماع بشی با اون پسری که دارای غریزه است و خدا این غریزه رو اگر نبود که اصلا ازدواج و زوجیت و اینا شکل نمیگرفت، قرار داده اگر تحریک شد آمد سمت تو و به تو تعرض کرد، توقع نداشته باش که کسی مانعت بشه. تو خواستی آزاد باشی، او هم میتونه آزاد باشه. بعد ببینید جامعه چه جوری میشه، ببینید چه جامعه ای رو باهاش مواجه خواهیم بود. آیا این خودخواهی نیست؟ من زن بگم من آزاد باشم، ولی اون مردی که دچار قلیان و تحریکش کردم نمیتونیم بگیم چشماتونو ببندید بیاید توی جامعه. اگرم که ببخشید واکنش جسمی و روحی نداشته باشه، بیماره، باید مراجعه کنه به بیمار. ما یه جامعه بیماری داریم، باید برن خودشون رو معالجه. این فقط توهین به زن نیست، این توهین به مرد ایرانی هم هست. اولا که همه دنیا بس بهشون تجاوز میشه، یعنی هر کی مرد رو با بدون روسری، یعنی مرد رو هر کی زن رو تو ایران نگاه میکنن میخوان بهش تجاوز کنن؟ دنیا مگه اینجوریه؟ و اینقدر شما سطحی، و اینکه میگی حالا چند بار تذکر میدیم بعد میایم حالا زندانشون هم میکنیم، یعنی حکم زندان وجود داره، این فکر نکنیم وجود نداره ها، چند بار که بگیرن میتونن حکم زندان، و حالا بعدم شلاق ممکنه که ادامهش باشه. آخه چقدر کوته فکرین؟ تو چه اندازه؟ و یکی دیگر رو با هم نگاه کنیم. اما اگر کسی که رعایت حجاب رو نمی کنه، ما به خدا نه داغ و درفش قراره بیاریم برای این دختر عزیزمون، نه در واقع قراره که، نه یک تنبیهی داره به هر حال، مثل هر قانون شکنی دیگری. یکی دیگه از آدم هایی که من خیلی متنفرم و بارها گفتم، این ظریفه. میدونی که ظریف الان خب دیگه صدای پزشکیانه، و این مسئولیتی داشته ظریف، وزیر امور خارجه بوده و همه کلک ها رو این زده. حالا این مظلوم نمایی که میگن در ایران اینه، اومده میگه که مردم عزیز من شرمندم. شرمنده چی هستی؟ شرمندگیت حالا مونده؟ شرمندگیت اون موقعی باید بیای بگی که کارهایی که کردی، اذیت و آزاری که مردم کردی، گولی که مردم رو طی این سالها زدی، و بار دیگر برای پزشکیان این عذرخواهی میکنه. به قول دانشجوها گفتن دست از این بازی تکراری بردار و کنار بکشی مردک. من به نوبه خودم امروز اعلام میکنم، به نوبه خودم، از کسی یه مانمایه نیست، به نوبه خودم امروز اعلام میکنم، مردم عزیز ایران، من شرمنده. مردم عزیز ایران اشتباه کردی. مردم عزیز ایران، دیگرش رو با هم ببینیم. و این که من خیلی برام جالبه، یه چیز درست کردن، گفته بودن که به خاتمی رأی بدیم که ناطق نوری نشه، به موسوی رأی بدیم که احمدی نژاد نیاد، به روحانی رأی بدیم که رئیسی رأی نیاره، حالا هم میگن به پزشکیان رأی بدیم که جلیلی رأی نداره. ولی پزشکیان هم همین، آقا اصلا رأی ندید، نه به جمهوری اسلامی،
این پزشکیان هم همونه. پزشکیان کسیه که اصلاً در مورد حجاب به قول گفتنی خودش اینا اول میارن، از بیمارستان شروع میکنن. گوش کنید به حرفاش این مرتیکره، ببینید چی میگه. ما انقلاب که شد مسئول پاکسازی و بازسازی بیمارستان ها و دانشگاه شدیم. بیمارستان ها و دانشگاه؟ دانشگاه کلن. اون موقع هم شاید که نه، ما وقتی به اصطلاح مسئول شدیم یه بخشنامه کردیم به همه که مثلا باید با این چارچوب بیایید. البته رفتیم با دادگاه انقلاب و با بچه ها هماهنگ کردیم که ما این تصمیم رو میگیریم فردا. هنوز بحث حجاب اینا نشده بود، هنوز این بحث ها نشده بود که چیز بود. بعد از اون دو ماه بعد دولت اعلام کرد که مثلا این اتفاقات باید بیفته. این شما 57؟ بله، ما همون لحظه که مسئولیت گرفتیم برای اینکه بتونیم اون روند چیز بشه، قبلا اومدیم با بچه های مجموعه کسانی که سیاست گذار بودن تو شهر هماهنگ کردیم، با بچه های دانشجو هم هماهنگ کردیم. اگر خواست... بله، دیدید که خودش میگه که اینها آمدن و این رو گذاشتن که باید با حجاب بیاین تو بیمارستان، و اصلا این رو اینها رسم، پزشکیان رسم کرده، از بیمارستان شروع کرده، اول انقلاب به بسم الله شون. ولی مردم رو دیوارها ببینید که چی نوشتند. نیکا دیدی رای ندادیم؟ درود به همه اونهایی که رای ندادن. دوست دارم اگر اجازه بدین بریم شماره بعدی اینو ببینیم. دوست داشتم در مورد نسیم غلامی بگم. بله، همین نسیم غلامی که این معترض خیزش زن زندگی آزادیه، امروز براش حکم صادر کردن و قیام مسلحانه به او بستن و در خطر اعدامه. بیایید صدای نسیم غلامی باشیم. با تشکر از سپهر عزیزم در اتاق فرمان با این ویدیو، و این رو همه بگیم با هم، نمیبخشیم و نفراموش میکنیم. صدای نسیم غلامی باشیم. خدا نگهدار. عاشق مثل تو، دیوونه مثل من.